به خط کشیدم دو پر پرواز رویا. ایام همه خورم و ایام شما درود به شما همراهان عزیز کانال ایران دیلی، برگشتیم با چند خبر داغ. خبر اول ویدیویی از یه جوان شجاعه که خیلی وایرال شده، چون در تونل تهران شمال یه حرکت جالب زده که بهتر خودتون ببینید. در ادامه ویدیویی از حرفای محسن رفیق دوست درباره غارت اموال مردم. همینطور خبر دزد از آب در آمدن کارمند عجیب غریب بایدن. و در آخر یه گزارش دیگه از برگشت گشت ارشاد به خیابونا که این بار با ونهای بدون نوشته و لباس شخصی دنبال آزار مردمند، به اضافه توضیح درباره جنبه‌های حقوقی این اقدامات. خبر رو با تصاویری از یه جوان شجاع شروع می‌کنیم که در زمان ترافیک شدید تونل در مسیر تهران شمال رفته رو سقف ماشین و با گیتار ترانه برای ساخته شروین رو خونده و فریاد زده. جالبتر این که تو اون وضعیت که مردم وسط تونل گیر کرده بودن و تهویه هم خوب کار نمی کرده، همه ساکت شدن و گوش دادن. بعد هم با جیغ و بوق ممتد تشویقش کردن. اما نکته اینه که تعدادی از هموطنا تصاویر این آقا رو بدون اینکه چهرش رو تار کنن منتشر کردن. خواستیم یادآوری کنیم که لطفاً چهره افرادو قبل از انتشار ویدیوها شطرنجی کنید، چون میدونید که عوامل حکومت جاعش به هر بهانه‌ای دنبال اذیت و آزار مردمن و پخش تصاویر با وضوح چهره ممکنه برای این عزیزان باعث دردسر بشه. بنابراین شجاعت رو منتشر کنید، اما مدرک دست وحوش خامنه‌ای ندید. با تشکر. محسن رفیق دوست در دهه 60 وزیر سپاه پاسداران بود. از سال 68 به مدت 10 سال رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بود. در زمان شورش 57 هم راننده خمینی و یکی از نزدیکترین چهره ها به اون شناخته می شد. رفیق دوست یکی از فاسدترین افرادیه که همراه با اکبر رفسنجانی و محسن رضایی مافیای راندخاری، دزدی بیت المال و حفظ مخالفا رو در جمهوری اسلامی پایه‌گذاری کردند. در ویدیویی که منتشر شده، رفیق دوست با وقاحت عنوان میکنه که چطور با خمینی از همون شروع حکومت ترتیب مصادره اموال بهاییان رو دادن. من وقتی رفتم تو بنیاد، خودم به احکام چهار دسته، چهار نفر از آدمایی که حکم مصادره داده بودن، با یک سابقه‌ای که از خود امام داشتم، یعنی من یه روز رفتم پیش امام گفتم که یه امکانی بدید من برای بچه های سپاه خونه بسازم. آقا گفتم من چیزی دارم؟ گفتم آره، توی جاده لشکرک اون اول
یه باقی هست مال باهایی هاست، اینجا باغ بزرگیه، اینجا رو شما بدید که الان هم شهرک شهید محلاتی، الان توش هم در 12,000 تا خونه ساخته شده، اینجا رو شما بدید به من برای سپاهی خونه بسازم. یعنی اول با شعار آزادی احزاب و عقاید مردم رو فریب دادن، بعد که خرشون از پل گذشت و پیروز شدن، شروع به غارت اموال مردم به عناوین مختلف از جمله اقلیت‌های دینی کردن. اول فهمونن که یک، ببین مال بهاییه، یه بهاییه یه مال بهاییت، که من میدونستم، گفتم مال بهاییته، یکی از مراکز بهاییته، گفتم یه همچی باقی داری. بعد پرسیدن که دورش دیوار داره یا نه؟ گفتیم بله دورش هم دیوار داره. بعد گفتن کی مصادره کرده؟ ما رفتیم دادگاه انقلاب، دیدیم یه آقای به نام آقای عندلیب مصادره کرده. رفتم گفتم آقای عندلیب، گفتن نه، ببرین پرونده رو آقای محمد گیلانی ببینه، که ایشون گفتن اصلا این پرونده رو خود من دیدم، اون آقای عندلیب انشای حکم کرده از طرف من، آقا هم واگذار کردن برای مصارف غیر نظامی و خانه سازی که ما شروع کردیم توش خونه ساختن. به گزارش وبسایت خبری نشریه نیویورک پست و بنا به اسناد پلیس فدرال ایالات متحده، در ادامه ماجرای سرقت چمدون یه زن توسط کارمند سابق دفتر انرژی هسته‌ای وزارت انرژی دولت جو بایدن، افشا شد که این اتهام مربوط به زمانیه که کارمند ذکر شده در سفر کاری محرمانه بوده. بر اساس این گزارش، سام برینتون که مثلا جنسیت غیر دوگانه رو برای معرفی خودش استفاده میکنه، در سال 2022 با پول مالیات مردم آمریکا به سفر کاری در لاس وگاس رفته و تو این سفر مرتکب سرقت شده. دوربینای مداربسته فرودگاه تصویر اونو موقع دزدیدن چمدون ثبت کردن. اما این دزدی تنها یکی از سه جرمیه که برینتون به اون متهم شده. خرید غیرقانونی و ولگردی با بودجه‌ای که از مالیات مردم تامین شده از اتهامات دیگه اونه و نشون میده که استخدامش از اول اشتباه بوده. البته انتخاب جنسیت یا مسائل خصوصی افراد کاملا به خودشون مربوطه، ولی وقتی یکی مثل این با رفتار و سکناتش جار میزنه که اختلال شخصیتی داره، چطور در شغل به این مهمی استخدام شده؟ دولت بایدن یکی از عجیب غریب ترین و فاسدترین دولت‌های تاریخ آمریکا است. اون از پسر خلافکار و فاسد بایدن، اینم از کارمندای نامتعادل و دزدش. در پی اعلام خبر برگشت پلیس امنیت اخلاقی یا همون گشت ارشاد به خیابونا، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از قول سخنگوی فراجا اعلام کرد که این مفهومی بود که مخاطبا از این خبر برداشت کردند. به هیچ عنوان ونهای گشت ارشاد به خیابونا بر نمی گردن و هیچ خودرویی با بغل نویسی گشت ارشاد در خیابونا دیده نخواهد شد. بر اساس این گزارش، سعید منتظرالمهدی فرمانده فراجا گفت که گشت های سواره و پیاده پلیس در کنار تمام ماموریت های قبلی، اگر پوشش های نامتعارف ببینن تذکر لسانی میدن. تیم هایی که برای این کار مامور شدن مجوز قضایی دارن و ممکنه در بعضی از خودروها قاضی کشیک همراه ماموران پلیس باشه. اما بلافاصله تصاویری از گشت‌های ارشاد سابق در حال برخورد فیزیکی با زنان منتشر شد. بنا به گفته شیما قوشه، وکیل دادگستری، این اظهارات یادآور دادگاه‌های صحرایی در جنگ‌ها و انقلاب‌هاست و با طرح این پرسش که آیا درون این ونها میشه دادگاه‌های صحرایی تشکیل داد، گفت آیین دادرسی در این خصوص کاملاً مشخصه. شخص باید به مرجع قضایی دعوت بشه، امکان دفاع از خودشو داشته باشه، بتونه پرونده خودشو بخونه و وکیل داشته باشه. این حقوقدان با بیان اینکه در همونجا نمیشه اعمال قانون کرد، گفت که حضور قاضی کشیک در ونهای گشت ارشاد با تمام قوانین دادرسی و حقوق متهم منافات داره. گیشا خیابون 33 امروز روز 23 تیر ماست. در عمل اصلا فرقی داره که تحت چه عنوانی بخوان برخورد کنن با زنان مخالف حجاب اجباری؟ به درستی اشاره کردین، ما در طول 43 سال گذشته از کمیته شروع کردیم گشت‌های نسبت به راه افتاد
داد. بعد از مدتی پلیس امنیت اخلاقی از دهه 70 آغاز به کار کرد، بعد از اون هم که گشت ارشاد به طور مداوم برای زنان ایران ایجاد هزینه کرده، حتی گاه برای مردان و جامعه اقلیت هم به همین ترتیب بوده و حالا هم سخنگویان و رسانه‌های همراه با سیاست‌های حاکمیت معتقدند که آنچه که امروز در خیابان‌های ایران دوباره به راه افتاده گشت ارشاد نیست، گشت‌های خودرویی و پیاده است که قرار بر پوشش زنان نظارت. واقعیت اینه که از اون ماموران کمیته که پونس به پیشونی زنانی می‌کردند که مخالف اونها در واقع لباس پوشیده بودند و مطابق با ساختارهای اسلام‌گرایانه جمهوری اسلامی پوششی نداشتن، هیچ فرقی نمی‌کنه. شما ما در طول سال‌های گذشته بارها شاهد خشونت‌های افسارگسیخته ماموران گشت ارشاد به زنان بودیم و در آخرین مورد هم دیدیم که چطور جان عزیز ژینا امینی رو گرفتن و طولانی ترین اعتراضات اجتماعی در طول سالهای گذشته رو موجب شدن. واقعیت اینه که حجاب و انتخاب حق پوشش فقط بخشی از مطالبه مردم ایرانه و اینکه حاکمیت داره فوکوس میکنه روی اینکه حالا گشت ارشاد خیابان بازگرده یا باز نگرده، در آنچه که در ایران اتفاق افتاده در اون خرد جمعی و آگاهی که به وجود اومده چندان تفاوتی نمی‌کنه. سحر آزاد روزنامه‌نگار با انتشار تصویری از نابودسازی تجهیزات ماهواره‌ای با تانک و قلتک مربوط به سال 1393 در شیراز درباره بی اثر بودن این روش‌ها گفت پیدا شدن دوباره گشت ارشاد موجب به هم ریختن خیلی از افراد شده، اما نتیجه رد شدن با تانک از روی دیش‌های ماهواره چی شد؟ جواب و مردم در طی زمان نشون دادن. دفتر فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران هم با انتشار توییتی از گزارش‌های مربوط به سرکوب مجدد توسط پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی برای اجرای حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد. در این توییت اومده که به نظر میرسه رژیم ایران هیچ چیزی از اعتراضات یاد نگرفته. که اونجا هم ون دارن سوارشون میکنن، حتی به آقا پسرها هم مثل اینکه دارن گیر میدن که چرا مثلا مدل موهاتون اینجوریه. همینطور گروه مشاورین حقوقی دادبان با اشاره به نجات دادن سه دختر از دست گشت ارشاد توسط مردم رشت، نزدیک شدن به سالگرد قتل مهسا امینی و یادآوری کرده و تصویری از زیر گرفته شدن یک زن توسط گشت ارشاد و بازنشر کرد. دادبان در این توییت تاکید کرد که این فعالیت پلیس در زمینه تذکر، بازداشت، تهدید و یا هر گونه رفتاری که در زمینه موضوع حجاب اجباری باشه غیر قانونی محسوب میشه. الهام نداف روزنامه‌نگار هم گفته در روزهای گذشته تعداد زنهای چادری و مردهای بیسیم به دست با لباس شخصی که تذکر حجاب می‌دادند و ماشین‌های ون شیشه دودی در مرکز شهر تهران زیاد شده و به نظر می‌رسه اینطور بدون پوشش رسمی نیروی انتظامی وارد عمل شدن که اگه اتفاقی افتاد بتونن سلب مسئولیت کنن. از طرفی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از تفکیک جنسیتی در واگن‌های مترو خبر داد و گفت جداسازی واگن‌های مترو برای زنان و مردان عملیاتی شده. رعایت حجاب در مترو و خیابون تفاوتی نداره و تمام افراد باید رعایت کنند. این در حالیه که واگن‌هایی از مترو مخصوص زنان و بقیه واگن‌ها مختلط بود، اما گویا قرار کلاً واگن‌ها تفکیک بشن. لازم به ذکر که ایستگاه‌های مترو در تهران یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات سراسری بوده و تا هفته‌های اخیر مردم در این ایستگاه‌ها شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. بنابراین طرح حجاب اجباری بهانه‌ای برای ایجاد جو امنیتی در همه جا از جمله مترو است. در فروردین ماه امسال همزمان با تهدیدهای نیروی انتظامی در زمینه اعمال حجاب اجباری، تصاویری از نصب دوربین‌های نظارتی در ورودی‌های مترو تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما خبر تفکیک جنسیتی در واگن‌های مترو دو روز بعد از شروع فعالیت دوباره گشت‌های ارشاد در ایران منتشر شد.
اینطور که پیداست، حکومت برای به دست آوردن دل طرفدارای افراطیش سنگری غیر از تحمیل حجاب اجباری نداره. اما عاقبت هر فشاری همیشه انفجار میده. هشتگ اعتراضات سراسری. خب عزیزان همراه کانال ایران دیلی، این خبر رو هم تموم شد، اما همواره در حال تولید محتوا هستیم. پس لطفاً برای حمایت از ما این ویدیوها رو با دیگران به اشتراک بذارید. خیلی زود برمیگردیم. فعلاً بدرود.